سرخط خبرها و مهمترین ها. اعتراف رئیس پنتاگون بر رویکرد اشتباه امریکا در جنگ 20 ساله افغانستان. طالبان امریکا را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد. رهگیری هواپیمای شناسایی امریکا از سوی جنگنده سو-27 روسیه بر فراز دریای سیاه. و در پایان، طالبان هشدار دادند اگر جامعه جهانی دخالت نکند طی 24 ساعت تاجیکستان را تصرف میکنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. وزیر دفاع امریکا در کمیته خدمات نیروهای مسلح در سنا رویکرد واشنگتن در جنگ 20 ساله در افغانستان را زیر سوال برد و به ناتوانی امریکا در ملت سازی اعتراف کرد. لوید آستین وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا روز سه شنبه به وقت محلی با حضور در کمیته خدمات نیروهای مسلح در سنای امریکا مقابل سناتورها در خصوص خروج آشفته این کشور از افغانستان شهادت و پاسخ دادند. رئیس پنتاگون در این جلسه شهادت در برابر سناتورها این سوال را مطرح کرد که آیا امریکا استراتژی و رویکرد مناسب و درست در افغانستان اتخاذ کرده بود و آیا باور غلطی در مورد ایجاد یک دولت و ارتش قوی در افغانستان که مددها عمر کند داشته است؟ وزیر دفاع امریکا که سخنانش از شبکه های تلویزیونی مختلف امریکا پخش می شد با تاکید بر این که ما باید به برخی حقایق تلخ توجه کنیم اظهار داشت. ما عمق فساد و رهبری ضعیف در رده های بالای آنها یعنی دولت افغانستان را به طور کامل درک نکردیم. ما تأثیر مخرب چرخش های مکرر و بدون دلیل فرماندهان نظامی افغان از سوی اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را نادیده گرفتیم. طالبان امریکا را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد. گروه طالبان بیانیه ای را در خصوص نقض حریم هوایی افغانستان توسط هواپیمای بدون سرنشین امریکایی منتشر کرد. گروه طالبان ادعا نمودند که پهپادهای امریکایی به گونه منظم حریم هوایی افغانستان را نقض میکنند. ذبیح الله مجاهد سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با نشر تویتی مدعی شده است که پرواز هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در حریم هوایی کشور نقض حاکمیت امارت اسلامی افغانستان یعنی سیستم سیاسی خودخوانده طالبان است. در بیانیه این مقام طالبان آمده است کشورها بر اساس حقوق بین الملل تنها صاحبان حاکمیت ارضی و حریم هوایی دولتهای خود هستند. بنابراین امارت اسلامی به عنوان تنها نهاد حقوقی افغانستان حافظ تمامیت ارضی و حریم هوایی افغانستان است. اخیراً امریکا برخلاف کلیه قوانین بین المللی و تعهدات ایالات متحده به امارات اسلامی در دوحه پایتخت قطر عمل کرده و حریم هوایی مقدس افغانستان توسط پهپادهای امریکایی بارها نقض شده است. این تخلفات باید اصلاح و از آنها جلوگیری شود. در بیانیه طالبان گفته می شود ما از همه کشورها به ویژه ایالات متحده می خواهیم که مطابق تعهدات متقابل عمل کنند تا در آینده از پیامدهای منفی آن جلوگیری گردد. این اظهارات طالبان در حال مطرح می شود که پیش از این جان کربی در پاسخ به خبرنگار درباره به رسمیت شناختن آسمان افغانستان به عنوان قلمرو هوایی طالبان گفت در حال حاضر چنین ضرورت وجود ندارد. سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت نیروهای نظامی این کشور برای حملات هوایی در افغانستان اختیار کامل دارند و نیاز به هماهنگی با طالبان ندارند. رهگیری هواپیمای شناسایی امریکا از سوی جنگنده سو-27 روسیه بر فراز دریای سیاه. یک فروند جنگنده سو-27 روسیه هواپیمای شناسایی RC-135 نیروی هوایی امریکا را بر فراز دریای سیاه اسکورت کرد. مرکز ملی مدیریت دفاعی روسیه اعلام کرد که امروز سیستم های دفاعی کنترل حریم هوایی یک هدف هوایی را بر فراز آب دریای سیاه شناسایی کرده که به مرز روسیه نزدیک می شده است. با منظور شناسایی این هدف یک فروند جنگنده سو-27 نیروهای پدافند هوایی حوزه نظامی جنوب روسیه به پرواز درآمد. هواپیمای خارجی مذکور از نوع هواپیمای شناسایی RC-135 نیروی هوایی امریکا بوده است. این هواپیما توسط جنگنده روسی بر فراز دریای سیاه اسکورت شد. در ادامه این بیانیه آمده است جنگنده روسیه پس از دور کردن هواپیمای مذکور از مرز روسیه به پایگاه هوایی خود بازگشتند.
بر اساس این بیانیه پرواز جنگنده روسی کاملا مطابق با قوانین بین المللی صورت گرفت و اجازه نقض مرز روسیه داده نشد. طالبان هشدار دادند اگر جامعه جهانی دخالت نکند تا 24 ساعت تاجیکستان را تصرف میکنند. خبرگزاری رها در حالی که تنش‌های لفظی میان مقامات تاجیکستان و طالبان به اوج خود رسیده، نیروهای نظامی تاجیکستان در مرز افغانستان یک رژه نظامی برگزار کردند. به نقل از رسانه اوستا، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نظارگر رژه نظامی که در تاریخ 27 سپتامبر در منطقه درواز نزدیک مرز تاجیکستان با افغانستان برگزار شده بود و در امین مراسم سخنرانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در بازدید از منطقه خودمختار گرنوی بدخشان چندین پروژه را افتتاح کرد. نزدیک به 2000 نیروی زمینی و مرزی، مجریان قانون و 50 واحد تجهیزات نظامی در یک رژه نظامی از مقابل چشمان امام علی رحمان عبور کردند. رئیس جمهور تاجیکستان با تبریک 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به نیروهای نظامی این کشور از آنها خواست برای خدمت به کشورشان هر لحظه آماده باشند. این در حال است که سخنگوی طالبان قبلا گفته بود نیروهای ویژه این گروه به ولایات همجوار با تاجیکستان اعزام شدند. پیشتر نیز دکتر نعیم سخنگوی طالبان گفته بود اگر جامعه جهانی دخالت نکند تا 24 ساعت تاجیکستان را تصرف میکنند. رویدادهای مهم جهان. گوگل به دستگاه‌هایی که نسخه‌های قدیمی سیستم عامل اندروید را روی آنها نصب است، پیشبینی فنی ارائه نمی‌کند. گوگل اعلام کرده است که از 27 سپتامبر به این سو پیشبینی از دستگاه‌های اندروید با سیستم عامل 2.3 یا پایین‌تر را متوقف کرده است. این شرکت از هم افرادی که از سیستم عامل اندروید قدیمی استفاده می‌کنند خواست سیستم عامل را به نسخه 3.0 و جدیدتر بروز کنند. در اعلامیه این شرکت آمده است به ادامه بخشی از تلاش‌های ما برای حفظ امنیت کاربران گوگل دیگر است ورود به حساب در دستگاه اندروید یا سیستم عامل 2.3 یا پایین‌تر پیشبینی نمی‌کند. بدین حساب اگر کاربران بخواهند از نسخه قدیمی استفاده کنند برای ورود به تلفن، رمز و یا ایمیل ضرورت خواهد بود و نیز نمی‌توانند از چینل یوتیوب خود استفاده کنند. ایجاد گروه ناوشکن برای مقابله با زیردریایی های روسیه از سوی امریکا. ایالات متحده تیمی از ناوشکن ها را در سواحل شرقی ایجاد کرده است که در صورت مقابله با تهدیدها از سوی روسیه وارد عمل شوند. این خبر را در ویدئوی دیگر ببینید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.